ایران تنها کشوری است که با وجود اینکه به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته حکم اعدام را در مورد مجرمان زیر 18 سال هم اجرایی می‌کند. 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده است. امسال نهادهای حقوق بشری توجه افکار عمومی را به متهمان محکوم به اعدام و وضعیت آنها در زندان جلب کردند. گزارشی داریم نهادهای حقوق بشری 4 دهه پیش مبارزه برای لغو اعدام را شروع کردند. آنها معتقدند اعدام نمود فرهنگ خشونت است و نه راه حل آن. اما هر روز دولت‌ها حکم اعدام را برای جرایمی مانند قتل یا اقدامات مرتبط با تروریسم و مواد مخدر صادر و اجرا می‌کنند. نقشه جغرافیایی مجازات اعدام در دنیا نشان می‌دهد که در کتاب قانون و زندان کشورهای مهمی مانند آمریکا و چین و همچنین ایران مجازات اعدام صادر و اجرا می شود و این 5 کشور بالای فهرست کشورهای اعدام کننده: چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان. همانطور که در این نمودار به رنگ زرد نشان داده شده، طی 20 سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آمده. تعداد کشورهای طرفدار اعدام و اجرا کننده این حکم کاهش قابل توجهی داشته. 106 کشور اعدام را از قوانین خود پاک کردند. عفو بین الملل در 10 سال گذشته کاهش آمار اعدام را از 1253 به 993 مورد در 23 کشور ثبت کرده و 51% اعدام‌های جهان در سال 2017 در ایران اجرا شده است. بعضی کشورها این حکم را برای افراد زیر 18 سال اجرا می کنند. به گفته عفو بین الملل سال گذشته دست کم 5 کودک مجرم در ایران اعدام شده. زینب سکاوند و محبوبه مفیدی که هر دو در 17 سالگی متهم به قتل همسرشان شدند. یکی از گره‌های مجازات اعدام به جرم قتل در قوانین ایران با قصاص تعریف شده که اجرای حکم را به خانواده مقتول واگذار می‌کند. در سال‌های اخیر فعالان اجتماعی برای بخشش متهم و همچنین جمع کردن دیه خون مقتول تلاش می‌کنند. محمد رضا حدادی پس از دادرسی ناعادلانه 15 سالگی به اعدام محکوم شد. اعدام او 6 بار تعیین و لغو شده. حال پس از 14 سال زندان در آستانه 30 سالگی زندگی را با استراب و هراس از اعدام می‌گذراند. شهره جولانی، ایران اینترنشنال. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم به همراه محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران که از اسلو با ما همراه هستن. ضمن خوش آمدگویی به شما آقای امیری مقدم. برای به آمارها حدود 51% اعدام های سال 2017 در ایران اجرایی شده که حالا میانه اونها 5 تا نوجوان هم اسمشون به چشم میخوره. آیا مجازات اعدام آنطور که حالا مقام های قضایی ایران ادعا میکنن بازدارنده بوده؟ نه، به هیچ وجه. ببین، نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که اعدام اثر بازدارنده در زمینه ارتکاب جرم رو داره. در واقع میزان جرم هیچ ارتباطی با اعدام یا مجازات‌های خشن نداره، بلکه فاکتورهای دیگه از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده هستند. مطالعاتی که ما انجام دادیم نشون میدن که خیلی از کشورها از اعدام به عنوان یک ابزار برای ایجاد وحشت در جامعه، در واقع یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی هم بیش از هر چیز از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنه. به همین دلیل در ایام انتخابات وقتی که می‌خوان تصویری دیگری از جامعه به جامعه جهانی نشون بدن، آمار اعدام‌ها پایین میره و وقتی که مشارکت مردم رو می‌خوان، ولی وقتی که نگرانی از اعتراض هست، آمار اعدام‌ها متأسفانه بالا میره. حالا این شماره بالای اعدام‌ها در ایران انتقاد و اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری هم به دنبال داشته. آیا عملاً این اعتراض‌ها موجب میشه که مقامات قضایی ایران توجهی داشته باشن به این اعتراض‌ها یا تغییری در تصمیماتشون انجام بدن؟ 100%. ببینید، برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی این اعدام‌ها خیلی مهم هست. برای مثال 10 سال پیش هیچ کس از اعدام متهمین قاچاق مواد مخدر صحبت نمی‌کرد، حتی در حالی که دست دسته اعدام شدند. به خاطر فشارهای بین‌المللی و به خصوص فعالیت‌های جامعه مدنی در داخل ایران به جایی رسید که سال گذشته مجلس ایران برای اولین بار در 40 سال
قانونی رو تصویب کرد که هدفش پایین بردن آمار اعدام‌ها بود. یعنی که حتی در جمهوری اسلامی فشار بین‌المللی و فعالیت‌های مدنی تاثیرگذار هست. یک نمونه دیگه هم در مورد اعدام نوجوانان هست که خب از 10 سال گذشته ایران تحت فشار بوده و متاسفانه آنطور که باید این به نتیجه نرسیده، ولی ما میبینیم که در قانون مجازات اسلامی هم در سال 2013 جمهوری اسلامی مجبور شد در واقع بین کودکان زیر 15 سال و بالای 15 سال تفکیک قائل شه. ولی خب همونطور که شما هم اشاره کردین، ایران هنوز تنها کشوریه که کنوانسیون حقوق کودک رو امضا کرده و به اعدام کودک مجرمان همچنان ادامه میده و این نشونگر این هست که فشارها باید بالا بره و به خصوص فعالیت جامعه مدنی در داخل کشور و شهروندان عادی. محمود امیر مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ما همراه بودم. متشکرم.